سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان. همونطور که بهتون قول داده بودم یک ویدیو آموزشی داریم در مورد نحوه نوشتن رزومه مخصوص آلمان با مهندس احمد بهرامی عزیز. ممنون احمد جان که دعوت من رو پذیرفتید. مرسی احسان جان، لطف داری شما. منم عرض ادب و احترام خدمت همه دوستان و همراهان عزیز دارم، در خدمتتون هستم. امیدوارم که به هر حال بتونیم ذره تجربیاتمون رو در اختیار دوستان قرار بدیم و کمک کننده باشه. قطعا همینطوره. زنده باشی. من کوتاه در مورد احمد عزیز توضیح بدم. احمد عزیز حدود یک سالی هستش که توی آلمان کار میکنه و توی یک سال اخیر خیلی درگیر نوشتن رزومه، تحقیقات در موردش، مشاوره گرفتن، بهبود داشتنش، بهبود بخشیدن به رزومش خیلی خیلی فعال بوده و احساس میکنم که تجربیاتشون بسیار ارزنده است و کمک کننده برای همه دوستان. در نتیجه از ایشون خواستم که قبول زحمت بکنن و تجربیاتشون رو در اختیار ما قرار بدن. احمد جان اگه صحبتی هستش شروع کنیم، وگرنه من سوالاتم رو بپرسم که ویدیو خیلی طولانی نشه. ممنونم احسان جان. نه صحبت خاصی نیست، همونطور که فرمودید درسته. من دقیقا نزدیک یک ساله که به هر حال درگیر رزومه فرستادن، اپلای کردن، رزومه نوشتن و حالا این داستان ها هستیم. با کمک خودت، بقیه دوستان، به هر حال از خودت هم زیاد من مشاوره گرفتم، از بقیه دوستان و همچنین و امیدوارم که به هر حال برایند این یک ساله تجربیاتی باشه که به هر حال به در دوستان بخوره و کمک کننده باشه. حالا هر چند کوچیک، ولی خب امیدوارم به هر حال ذره‌ای بتونه کمک کنه بقیه دوستان توی روند کاریابی و اپلای کردن و این داستان ها. درسته. خیلی ممنون. من میرم سراغ سوالام که خیلی دیگه ویدیو رو طولانیش نکنیم. اولین سوالی که هستش اینه که در مورد فرمت رزومه توی آلمان که چه مدلیه، چه جوری باید بنویسیم، مثلا چیا باید بنویسیم، اگه میشه به توضیح بده. خب توی بحث اپلای کردن برای شرکت‌های آلمانی یا همون بیوربونگ فرستادن به آلمانی یا درخواست کار فرستادن برای شرکت‌های آلمانی، ما وقتی که می‌خوایم اپلای کنیم حداقل دو تا فایل باید بفرستیم توی بیوربونگمون، یعنی بیوربونگ یا همون درخواست کار ما دقیقاً تشکیل شده از دو بخش اصلی و عمده. یک، رزومه یا حالا به آلمانی لبنزلاف یا به فارسی سابقه کار، و دو، آنشرایبن به آلمانی یا حالا به انگلیسی کاور لتر یا انگیزه نامه یا هر چیزی که به فارسی اسمش بشه گذاشت. پس ما این دوتا بخش اصلی رو داریم که هر دوش از اهمیت به شدت بالایی برخورداره. متاسفانه من دیدم خیلی از دوستان این اشتباه رو میکنن و فکر میکنن که اپلای کردن این که صرفا رزومه یا سابقه کارتو بفرستی برای یک شرکت و تموم، در صورتی که به همون اندازه که رزومه مهمه، این که شما یک رزومه درستی از خودت ارائه بدی، به همون اندازه اون آنشرایبن یا اون کاور لتر شما مهمه. پس که باید هر دوش با هم باشه. پس اولین نکته ویدیو، دو تا فایل لازم داریم برای اپلای کردن توی آلمان، نه یک فایل. رزومه یا لبنزلاف یا سی وی و آنشرایبن یا کاور لتر. دقیقاً. دقیقاً. که خب اینا هر کدوم فرمت خودش رو داره که حالا در ادامه راجع به بحث فرمتیش صحبت میشه که حالا فرمت استایلش چه شکل باشه و محتویاتش به چه شکل. بسیار خوب. حالا اگه بخوام بریم سراغ فایل رزومه، یعنی بخوام بگم که فرمت فایل رزومه به صورت اختصاصی به چه صورته، چجوری باید بنویسم، چجوری من برای رزومه هم بنویسم، یه رزومه خوب چه شکلیه، چجوری برای من توصیفش میکنی؟ خب ببین، حالا دوستان اگر که یه سرچ ساده توی گوگل بزنن خیلی ریزالت براشون میاد و میتونن خیلی تمپلیت های مختلف رزومه رو ببینن. یعنی اولین کار و ساده ترین کار اینه، یعنی اصلا به حرف من کاری نباید داشته باشن، یه سرچ ساده و کلی تمپلیت براشون میاد. درسته. و خب رزومه تشکیل شده از چند بخش اصلی. اول عکس خیلی مهمه، خیلی مهمه که عکس رزومه شما یه عکس استاندارد فرمت رزومه ای باشه، نه اینکه حالا مثلا نمیدونم عکسی که کنار دریا گرفتی یا هر عکسی، حتی تو آلمانی اسم خاصی هم داریم بیوربونگ فوتو اگه اشتباه نکنم. دقیقاً. و شما باید اون استانداردها رو داشته باشی، یعنی عکسی که شما رو به قول معروف، آخه آلمانی بیوربونگ یعنی خودتو داری به نوعی به فروش میذاری دیگه، یعنی خودتو داری ارائه میکنی، تبلیغ میکنی. دقیقاً. خودتو تبلیغ میکنی و
تو عکس هم همینه، یعنی باید عکس در نگاه اول عکسی باشه، عکس شیک، ترتمیز، مرتب، بک‌گراند درست و حسابی و حرفه‌ای، که کسی که اولین بار نمیخونه برداشت خوبی از شما داشته باشه. پس اول عکس، دوم حالا بخش بعدی مشخصات شخصیت، نام، نام خانوادگی، تاریخ تولد، وضعیت تأهلت یا از کدوم کشور اومدی یا خیلی مسائل دیگه، آدرس، تلفن و ایمیل. این میشه بخش اطلاعات شخصی. دسته بعدی میشه سوابق شغلیت در گذشته، اینکه خب شما در سال، مثلا من از سال 2010 تا 2014 توی این شرکت کار کردم، با این فیلد کاریم بوده، این کاری بوده، شرح انگار وظایفم بوده، کاری که من انجام دادم توی این شرکت 2014 تا 2019 مثلا این کار رو انجام دادم، 2019 تا مثلا 2021 این کار رو انجام دادم توی این شرکت با این فیلد کاری، و به این شکل هم هست که شما آخرین کارت باید اولین باشه، یعنی از بالا شروع میشه، مثلا من آخرین پوزیشن کاریم اینجا بوده، بعد بیاد پایین میشه قبلیش، میاد پایین، همینجور میاد به پایین. درسته. پس من اگه بخوام صفحه رزومه‌مو، حالا فایل ورد یا پی دی افش رو در نظر بگیرم، میگم بالا یک دونه عکس داره به وبون فوتوز منه، قسمت بالاش سمت راست، حالا یا هر کجا با توجه به استایلش، یک خلاصه در مورد خودمه که عنوان کاریمه، عنوان اون پوزیشنی که من میتونم براش کار بکنمه، عنوان شغلی منه، و بعد چی قرار میگیره؟ مشخصات تو که گفتیم، حالا مشخصات شخصی، تلفن، ایمیل، آدرس و غیره، و بعدش میشه سوابق شغلیت، اینکه تو چه شرکت هایی از چه سالی تا چه سالی و با چه شرح وظایفی کار کرد. درست. و اون که آخرینش باید بالاترین باشه. دقیقاً. آخرین معکوس ما میایم. دقیقاً. از آخرین میایم به قبل‌تر، میایم به قدیمی‌تر. و بعدش؟ بعد که سوابق شغلی رو نوشتیم، قسمت بعدی میاد سوابق تحصیلی قرار میگیره. این که مثلا به عنوان مثال من کارشناسی خوندم، کارشناسی ارشد خوندم، کارشناسی خوندم، کاردانی خوندم. اینم مثل همون سوابق شغلیه. از آخرین میاد به پایین. یعنی من از سال مثلا 2010 تا 2014 کارشناسی ارشد خوندم توی یک رشته ای با مثلا این فیلد تحصیلی دقیقاً، بعد مثلا میاد قبلیش از 2007 تا 2010 مثلا من کارشناسی خوندم و الی آخر میاد و بعد از اون چیزی اضافه باید بکنیم یا تمام شد؟ خب ما الان تا اینجا سوابق شغلیمون رو داریم، سوابق تحصیلیمون رو هم داریم. حالا اگر که سرتیفیکیتی، حالا جدا از بحث تحصیل یا حالا نمیدونم کورس دیگه ای رو گذرونده باشیم، حالا من خودم مثال شبکه‌ای میذارم چون تخصص خودمه، مثلا دوره سیسکو اگر گذرونده باشن دوستان، سیسکو CCNA، CCNP، نمیدونم MCSE، دوره حالا هر دوره اگر که گذرونده باشیم، توی قسمت بعد قرار میگیره، یه عنوانی داره به نام وایتا بیلدونگ توی آلمانی، که شما بقیه رو توی قسمت وایتا بیلدونگتون قرار میدید. مثلا من سال فلان سرتیفیکیت سیسکو CCNA هم رو گرفتم، مثلا سال فلان سیسکو CCNP رو گرفتم، MCSE رو گرفتم، اینا همه رو میتونید توی قسمت وایتا بیلدونگ قرار بدید. بعد از سوابق تحصیلی من یه سوال میکنم، آیا سایت خاصی رو پیشنهاد میکنیم بابت اینکه ما بتونیم این رزومه رو، این استایل رو دانلود بکنیم یا بسازیم؟ سایتی هستش که راحت بتونیم این کار انجام بدیم؟ دقیقاً. ببین خب سایتای زیادی هست، حالا یه سری سایت ها پولی هن که شما میرید تمپلیت ها رو پول میدیم، مثلا 2 یورو، 3 یورو، 5 یورو، 10 یورو، هر چیزی پول میدی و تمپلیت رو دانلود میکنی و میتونی ازش استفاده کنی، و خب قابلیت رایگان این قضیه هم هست. حالا یه سری سایت ها مثل سایت خود لینکدین، شما میتونی پروفایل لینکدین تو کلن ازش اکسپورت بگیری و بهت یک خروجی رزومه میده. درسته. یا مثلا سایتی مثل levenslove.com اگر اشتباه نکنم باشه، شما میتونی پروفایل متصل هست به زینگ، دقیقاً شما میتونی پروفایل زینگ تو توی اون وارد میکنی و دقیقاً خروجیشو بهت به عنوان رزومه میده. اسم این دامین ها، اسم این سایت هایی که گفته شد رو تو قسمت دیسکریپشن این ویدیو حتما اضافه میکنم تا بتونین راحت تر. ولی اسمش levenslove بود، levenslove.de و خب فرمت های بسیار زیادی هست که دوستان میتونن حالا استفاده کنن ازش. بسیار خوب. حالا اگر که بخوام بریم سراغ فرمت، این فرمتی بود، قالبی بود که ما برای، درسته، ببخشید من حرفتو قطع میکنم، یه قسمت کوچولوش مون
ما هنوز بعد از وایتامین لون یه قسمت دیگه داریم. آها. توی رزومه خب ما سوابق شغلی داشتیم، تحصیل رو داشتیم، وایتامین لونگ رو داریم و در آخر یه قسمتی داریم به نام فهیشکایتن، حالا یا توانایی ها و اینکه دقیقاً اسکیلز ها، اینکه خب حالا من میام اونجا مشخص میکنم من با چه تکنولوژی هایی تا الان کار کردم. حالا اینکه من مثالمون صرفا داره به سمت آی تی و آی تی تور داره میره، خودمون آی تی تور آی تی توریم دیگه داریم به اون سمت پیش میره، ولی خب حالا میشه بستش داد به همه رشته ها، ولی دیگه فکر کنم همشون این مهارت رو دارن. آره ولی خب دیگه من ناچارن داریم تخصصی سمت خودمون پیش میریم. مثلا آقا من ویندوز سرور 2019 کار کردم در این لول و این سطح، مثلا حالا خیلی خوب بودم یا نرمال بودم، یا میتونیم مشخص کنیم حالا یا با ستاره یا با ریت میتونیم به یک شکل ریت مانندی مشخص کنیم که مشخص بشه که آقا مثلا من وقتی زدم ویندوز سرور مبتدی ام یا پیشرفته ام یا نمیدونم خیلی سنیورم یا در چه حدم، اکتیو دایرکتوری نمیدونم سیسکو زوفوس هر چیزی رو توی اون اسکیلزامون میتونیم اضافه کنیم که حتی چیزهایی که خیلی کم باهاش کار کردیم. متأسفانه یک مشکلی که هست خیلی از حالا من خودم حداقل خیلی داشتم اوایل، مثلا یه سری چیزا رو کار کرده بودم ولی به نظر خودم اونقدی حرفه‌ای نبودم که بخوام اضافهش کنم توی رزومه. بعد با دوستان که صحبت می‌کردم گفتن نه اصلا اشتباهه، تو حتی اگر یه چیزی رو نصب کرده باشی، مثلا تو SQL سرور رو فقط نصب کردی صرفا، باید بیاری اونجا ولی ریتشو میزنید یک ستاره به جای پنج ستاره که اون کسی که رزومه تو رو میخونه ببینه که آقا تو حداقل یک بار SQL سرور نصب کردی، که اگر سال یک بار نیاز باشه SQL سرور نصب کنن بدونن که تو میتونی اون SQL سرور رو نصب کنی. و به نظر من همه چیزایی که مرتبط با اون پوزیشن شغلی هست رو اون قسمت باید بیاری. و بعد از اون اسکیلا رو که داشتیم یه قسمت دیگه هم داریم، توانایی زبانهایی که بلدیم و باید بنویسیم، انگلیسی، آلمانی، حالا فارسی نوشتن شاید خیلی دردی رو دوا نکنه ولی من خودم می‌نویسم همیشه به عنوان زبان مادری یا متأهل برای آلمانی، ولی خب انگلیسی، آلمانی و حالا من فارسی رو می‌نویسم، دوستان می‌تونن بنویسن یا ننویسن. و توانایی زبان هست که مشخص می‌کنه ما چه زبان‌هایی رو بلدیم. این میشه تقریبا میشه فرمت کلی لونز لاف یا همون رزومه ما. درسته. حالا اگه در مورد قالب آنچه غایبن مدل خاصی داره یا نه صرفا یه متن که من انگیزم رو می‌نویسم، چه مدلیه؟ ببین آنچه غایبن انقدر مهمه که متاسفانه، حالا چرا من خیلی تاکید دارم با آنچه غایبن، یعنی چون خیلی از دوستان متاسفانه یا درک نکردن اهمیتش رو یا واقعا جدی نمیگیرن این قضیه رو توی آنچه غایبن، ولی من بهش رسیدم و به شدت برام مهمه که آنچه غایبن به شکل درستی نوشته بشه، چون رزومه رو تقریبا همه میدون، یعنی رزومه یه چیزیه که خیلی راجبش صحبت شده، خیلی ها رزومه فرستادن، توی ایران خیلی ها رزومه فرستادن و کشورهای مختلف به همین شکل، و خیلی درگیر آنچه غایبن کسی نبوده تا الان من حس میکنم، در صورتی که توی آلمان به شدت آنچه غایبن مهمه. برای همین من خیلی تأکید روی آنچه غایبن دارم، چون رزومه یه چیزیه که شاید خیلی بلد باشن با چه فرمتی باید بنویسنش. فرمت آنچه غایبن، ببین اول از همه اینکه آنچه غایبن کاملا ساده است، یعنی یک نامه است، عملا یک نامه داری می‌نویسی بدون هیچ رنگ و لعاب و نمیدونم تمپلیت خاصی، هیچ گونه تمپلیت خاصی نداره که خب اینجا رو مثلا کار نامه بود. معمولی، یک نامه معمولی. شما بالا سمت چپ توی صفحه آدرس، نام شرکت، شماره تلفن و مشخصات اون شرکتی که می‌خوای براش اپلای کنی رو می‌نویسی. یکم بیای پایین‌تر اون موضوع رو براش می‌نویسی، پوزیشنی که داری براش اپلای می‌کنی، مثلا می‌نویسی بیوربونگ آلز سیستم ادمنستریتور مثلا، یا وب دیولپر، وب دیولپر هر چیزی. بعد میاد زرگرت دامنون هرن، یا حالا اگر اسم اون کسی که داره رزومه شما رو میخونه، اون اچ آر اون شرکتی که داره رزومه شما رو برای اولین بار میخونه، اگر اسم اون رو داشته باشی توی آگهی شغلی، اسم اون رو میزنی، مثلا زرگرت مثلا هر دیگه اصول نامه. دقیقاً. حالا اگه بخوام کوتاهش بکنیم، اصول نامه دقیقاً. تاریخ داره، عنوان داره، یه متن داره، من برای این دارم اپلای میکنم و داستانه خودش. خب پس ما رسیدیم به یک رزومه، به قالب برای رزومه که مشخص شد، یه قالب نامه ساده هستش برای
به آنچه قرار بدیم که خیلی مهمه. ما باید هر دوتاشو باید این کار انجام بدیم، یعنی بفرستیم و 100% غلط گرامری دیکته ای یا این مدلی نداشته باشه. احتمالاً پترن های زیادی هم تو اینترنت اگه بچه ها بگردن فکر میکنم که خیلی باشه، یعنی خودم که گشتم زیاد بوده، احتمالاً تو سرچ شما هم اینطوری باشه. من میخوام برم بیشتر سراغ نکته ها چون اینا اصوله. من کی باید رزومه بفرستم؟ چه رزومه ای رو برای کجا بفرستم؟ آیا رزومه ها رو همیشه یک مدل میفرستم یا که نه باید تو محتوایی که واسه این رزومه هستش بیشتر دقت کنم، توی محتواها چی بذارم؟ میخوام بگم خیلی خوب این قالب بود، این تمپلیت بود، من میرم از سایت levenslove.com همونطور که شما گفتی، من میرم اینو دانلود میکنم، پر میکنم، داخلش چی باید باشه، کی باید چطور باشه. این تیکش فکر میکنم مهمترین سوالی باشه که بقیه دنبالش. دقیقاً به نکته خیلی خیلی خوبی اشاره کردی. ببین متاسفانه یه اشکالی که وجود داره و یه اشتباهی که خیلی ها و خود من شاید مدت ها مرتکب میشدیم یا مرتکب میشن اینه که فکر میکنن خب من یه بار روی رزومه نوشتم یه لبنزلاف یه آنشغایبن نوشتم، خب تموم، و اینو برای همه ارسال میکنن، یعنی برای هر موقعیت شغلی که دیدن ارسال میکنن. اولندش که به نظر من باید با خودمون صادق باشیم، یعنی من خودم سعیم همیشه برای اینه که با خودم صادق باشم. برای پوزیشن های شغلی اپلای کنیم که حداقل بالای 70% مطابقت داره با دانش ما، یعنی من باید ریز بخونم که خب چه آفکابه های چه وظایف تسک هایی مثلا من دارم توی اون شرکت و اینکه چقدر من دانش اونها رو دارم، یا حداقل اگر ندارم چقدر سریع میتونم یاد بگیرم اون موضوع رو، و باید بالای 70% با اون مطابقت داشته باشم. پس یک اینکه خود با خودمون رو راست باشیم و صادق باشیم، نخواهیم خودمون رو گول بزنیم برای کاری، مثلا من در حد پروفشنالم بیام برای سنیور مثلا سیستم ادمنستریتور یا سنیور وب دیولپر بیام اپلای کنم، در صورتی که خودم میدونم به زور جونیورم دیگه، حالا خیلی بخوام با ارفاق پروفشنال، حالا پروفشنالم با ارفاق میشم جونیور. پس اول اینکه صادق باشیم برای کاری اپلای کنیم که مطابق با دانش ما باشه. دوم اینکه خیلی مهمه، ما باید تک تک اون تسکا رو بخونیم و رزومه و آنچه غایبنمون رو باید کاملا مطابق با اون شغل تطبیقش بدیم، یا حتی اگه لازمه عوضش کنیم خیلی وقتا. یعنی لزومه این نیست که درسته، ببین احسان مثلا خودت خیلی خوب خیلی بهتر میدونی این مسائل رو. مثلا من یه جایی کار، من توی 5 تا شرکت کار کردم، این عوض نمیشه، یعنی من برای هر رزومه بخوام بفرستم این 5 تا شرکت همونه، قرص اینو عوضش کنم، ولی توی اون آخر اون اسکیلزایی که مثلا من زدم اینا رو کار کردم، اونا رو باید یک جوری هوشمندانه، حالا نه قرار نیست دروغ بنویسیم یا قرار نیست مثلا چیز رو کلا برخلاف واقع بگیم، اوکی؟ باید یه جوری هوشمندانه من بیام یک تغییراتی بدم توی اون اسکیلایی که نوشتم که کاملا در نگاه اول مطابق باشه با اون پوزیشن شغلیه. مثلا توی پوزیشن شغلی زده سیسکو سی سی ان ای، نمیدونم مایکروسافت ویندوز سرور، اکسچنج سرور، اکتیو دایرکتوری، اینها رو زده. خب من باید بیام تمرکزم رو بذارم روی اینها بیشتر. حالا درسته من مثلا دو تا فایروال دیگه هم کار کردم، نمیدونم مجازی سازی هم کار کردم، خیلی چیزا ممکنه کار کرده باشم، ولی باید یه جوری اینا رو بنویسم که فوکوسم بیاد روی این مسائلی که توی پوزیشن شغلی گفته. پس تعاملشو داری به من میگی که رزومم رو با توجه به پوزیشن کاری که دارم اپلای میکنم باید تطبیق بدم. قرار نیست دروغ واردش بکنم، دقیقاً، ولی قراره که اهمیت خودم رو، اهمیت کار من رو توی این رزومه با توجه به این پوزیشن، دقیقاً، در واقع توجه بشه بهش، فوکوس بشه روش، دقیقاً 100%. و این قضیه تو آنشغایبن هم هست. حالا آنشغایبن اگه بخواد صحبت بشه راجعش میشه سالها به نظرم میشه واسه صحبت کرد و چندین و چند ویدئوی طولانی میشه راجبش ساخت، چون واقعا آنچرایبن مهمه و اینکه شما چی بنویسی، چه جوری بنویسی،
میگم برای هر شرکتی فرق میکنه، یعنی کار با کار، شرکت با شرکت فرق میکنه. شما باید اول، حالا اگه بخوام توضیح راجع به آنشه قایبن بدیم، شما باید توی آنشه قایبن اول یه خلاصه ای از خودت بنویسی که خب من کی بودم، چی کار کردم تا الان، نمیدونم مثلا سال فلان من مهاجرت کردم به اینجا، توی این شرکت ها و این تسک ها رو انجام دادم و این وظایف شغلیم بوده، حالا چرا من برای شرکت شما میتونم نیروی خوبی باشم و چه ارزش افزوده ای برای شما و چه آورده ای میتونم برای شما داشته باشم، چرا شما باید منو انتخاب کنید از میون تمام کسایی که حالا برای شما به برمون فرستادن و در آینده هدف من چیه، من چه کمکی من میخوام به شما بکنم، چه توانایی هایی دارم. خب من میخوام کوتاهش بکنم که ویدیو خیلی طولانی نشه، میخوام نکته ای بگم. نکته اولی که ما گفتیم این بود که دوتا فایل باید بفرستیم، این نکته یک ما بود. دوم در مورد قالب رزومه صحبت کردیم که قالب رزومه چه جوری باشه، در مورد قالب آنچه قایبن صحبت کردیم که باید نامه معمولی باشه، در مورد محتویاتش الان توضیح دادیم. در مورد رزومه چهارمین نکته این ویدیو این بود که ما باید رزومه هایی رو درست بکنیم که متوجه اون پوزیشن شغلیه. این نکته چهارم بود و تو نکته پنجم داری در مورد سرفصل ها یا محتویات آنچه قایبن میگی که من باید جوری باشه که متمرکز برای این پوزیشن شغلی و این کار باشه، نباید یه متن طولانی از پیش آماده شده داشته باشم و شاید روزی 50 بار این رو بفرستم، باید این متن متناسب با اون حداقل دستبندی شغلی یا اون شرکت باشه. دقیقاً که... یعنی به طور مثال من به عنوان نیروی اچ آر یک شرکت وقتی که رزومه و آنچه قایبن میرسه دستم، باید متقاعد بشم که شما به عنوان کسی که اپلای کردی وقت گذاشتی و این رزومه و لبنزلاف رو برای ما، برای شرکت ما نوشتی، نه اینکه کلا یه رزومه و لبنزلاف داشتی برای همه از یک کنار داری میفرستی. و این اشتباهی که متاسفانه خیلی از بچه‌ها دارن انجامش میدن، حتی خیلی ها به خودشون زحمت نمیدن که اون اسم اون شرکت یا آدرس شرکت رو بالای آنشه قایبنشون بنویسن یا اون شخصی که حالا نامه داره در خطاب بهش نوشته میشه رو اسمشو بیارن اونجا. یک سوالی پیش میاد جانم، اگه اینجوری باشه که ما خیلی سرعت پایینی داریم تو اپلای کردن. دقیقا همینه. ببین من حالا نمیخوام خیلی وقت ویدیو طولانی بشه، ولی یک کوچولو یک خاطره حالا بگم. من خودم همیشه خیلی دپرس میشدم. چرا؟ چون توی گروه های مختلف، توی کانال های مختلف، جاهای مختلف میدم، مثلا طرف زده من 6 ماه تو آلمانم دارم اپلای میکنم، 1000 تا اپلای کردم مثلا 10 تا جواب گرفتم. بعد به خودم میگفتم چجوری ممکنه یک نفر 1000 تا اپلای کرده باشه، در صورتی که من مثلا خیلی دیگه به خودم فشار میآوردم، در روز مثلا شاید 5 تا اپلای میتونستم بزنم. بعد هی هر روز سرخورده میشم، مثلا میشمردم میگم خب تا الان شده 30 تا اپلای، چجوری ممکنه مثلا یکی 1000 تا اپلای زده باشه. اصلا مهم نیست. ببین تعداد اپلای بالا به نظر من اصلا اهمیت نداره که ما بیام خب 1000 تا اپلای بزنیم، از یک کنار بزنیم بره، اصلا مهم نیست. به نظر من در روز آدم یک دونه اپلای باید بکنه، ولی همون یک اپلای که میکنه بالای 80% شانس داشته باشه که به مصاحبه دعوت بشه. اون خیلی اهمیتش بیشتره تا اینکه ما از یک کنار کیلویی به قول من اپلای کنم. پس نکته ششم میشه این که من نباید برای هر کاری که در واقع میبینم یک کم نزدیکشم یا شبیهشم به رزومه از قبل آماده شده رو دوباره ایمیل کنم و حتی زحمت این رو به خودم ندم که در مورد شرکت اطلاعات داشته باشم، در مورد تسکش متنم رو ویرایش کنم، متنم رو حتی دوباره بنویسم، رزومم رو ببینم. مثلا اگر که من با هم مایکروسافت کار کردم هم سیسکو و این پوزیشن سیسکو مایکروسافت رو کم رنگ‌تر جلوه بدم، نه که حذفش کنیم، کم رنگ‌تر جلوه بدم، بعد اون سیسکو ها رو بیارم بالاتر، تو اون تسکایی که داشتم سیسکو ها رو بیارم بالاتر و مجموع اینها رو که بخوام آمادهش بکنم به یک در واقع بازه زمانی 2-3 ساعته میبینم که زحمت میبره. دقیقاً. و این باعث میشه که خب من نمیتونم با این سرعت، نمیتونم 1000 تا، نمیتونم 100 تا در روز بفرستم، هرچند که در واقع کلیک کردم خیلی راحته، ولی قرار نیست که ما فقط رزومه ارسال بکنیم. قطعاً. حالا من یک کوچولو دیگه از تجربیات خودم بگم. من خودم چجوری اپلای میکردم، حالا دو حالت داشت، یا توی سایت خودمون شرکت میرفتم مستقیم اپلای میکردم، یا توی سایت های کاریابی که حالا خود قبلا راجبش به شدت به کرا صحبت کردیم، مثلا استپستون، زینک، لینکدین. من میرفتم ببخشید
توی کانال یوتیوب اینستاگرام یک پست گذاشتیم در مورد سایت کاریابی، برین اونجا دوباره نگاه کنید. دقیقاً مثلا توی استپستون من یک آگهی شغلی میدیدم، اینا روش کلیک میکردم، خب باز میشد میدیدم اول اصلا با من منطبق هست یا نه. خب حالا میدیدیم که خب اوکی منطبقه، بعد چیکار میکردم؟ میرفتم اسم اون شرکت رو پیداش میکردم، میرفتم تو سایت خود شرکت، کلا یه اطلاعاتی از شرکت به دست میارم که خب این شرکت چیکار میکنه و چی هست. بعد میرفتم آنچه‌غایبنم و آدرس تلفن این شرکت کلا همه رو تو آنچه‌غایبن مینوشتم و اون شخصی که یک آنچه‌غایبن پارتنر حالا بهش میگن یا اون کانتاکت پرسنش، آره اون کسی که قرار احتمالاً رزومه من رو بخونه، اونو احتمالاً پیداش میکردم. حتی میرفتم توی لینکدین یا زین که اونم یک نگاه اجمالی میکردم که طرف کیه اصلا، و نامه رو خطاب به اون شخص مینوشتم. حتی نمینوشتم مثلا زرگرت دامنون هرن که کلی باشه که طرف بفهمه که آقا من وقت گذاشتم و فهمیدم که این نامه رو کی قراره بخونه، و این نامه رو من صرفاً برای شرکت شما دارم مینویسم. و سعی میکردم حالا یه سری اطلاعاتی از شرکتی که قراره براش اپلای کنم و اون توی نامه بیارم که متوجه بشه که من دارم وقت میذارم برای این ببینم. این کپی پیست نیست، مثل دقیقاً کپی پیست. و خب این زمان میبره، یعنی طبیعی هم هست، یعنی شما نمیتونی بگی خب من میخوام روزی 20 تا اپلای بزنم مثلا، نمیشه. درسته. من خیلی روزا بود روزی 3 تا اپلای میزدم، ولی خب شانسم بیشتر بود حداقل. و تماسای فیدبک خوب خورده بیشتر، دقیقاً بازخورد خوبی هم میگرفتم. من اتفاقا یک سری داشتم با آقای افشین حسینی صحبت میکردم که از دوستان مشترکمون هستش و یک دونه ویدیو در واقع لایو هم داریم با ایشون. بهشون میگفتم که کاریابی رزومه فرستن خودش کار تمام وقته، یک کاری 8 ساعت زمان میبره. من الان دارم دنبال کار میگردم و این اصلا اینجوری نیستش که خب من برم سر کار و بعد حالا در کنارم بخوام این کار انجام بدم. بعضا اینقدر زمان گیره، زمان بر هستش که خودش ساعتها زمان لازم داره. دقیقا کاملا درسته. خیلی ممنونم. نکته دیگه هستش که من یادم رفته باشه بپرسم؟ خواهش میکنم. نکته دیگه ای که حداقل من الان فعلا به ذهنم نمیرسه و فکر میکنم برای امروز، یعنی چون ویدیو نمیخوام خیلی تایم ویدیو طولانی بشه، درسته، فکر میکنم که تقریبا حالا تونستیم تا حدودی یک تجربیات نصف و نیمه رو منتقل کنیم و حالا شاید تو جلسات بعدی باز بتونیم هر کدوم رو تخصصی تر بستش بدیم و کلا بریم از حتی فرمت اصلی رو حالا بذاریم، فرمت های مختلف رزومه رو راجبش ساعت میگم، حداقل راجب آنچه غایبن به نظر من میشه ساعت ها صحبت کرد. قطعا همینطوره. خیلی خوب، خیلی ممنونم. ممنون از شما که وقت گذاشتین، ممنون از شما دوستان عزیز که به حرفای ما گوش دادید. امیدوارم که تجربیات ما به دردتون بخوره و کمکتون بکنه. این لینک صحبت و این سایت هایی که توی در واقع گفتگوی ما صحبت شد توی قسمت دیسکریپشن میذارم. ما بعد از این ویدیوهای آموزشی رو توی یوتیوب آپلود میکنیم در ابتدا و بعد توی کانال اینستاگرام هم میذاریم. من پیج مهندس بهرامی رو هم تگ میکنم تا اگر که سوالی داشته باشید بتونید دوباره به ایشون رجوع بکنید. یادتون نره که کانال یوتیوب ما رو هم سابسکرایب بکنید. خیلی ممنونم از طرف من. شب بخیر میگم. البته ما اینجا عصریم، ولی خب ولی فکر کنم ایران دیگه شب شده باشه، ساعت 9 شب شده، تاریک شده دیگه در قراره. برای شما شب بخیر. ممنون، من از اون تشکر میکنم. امیدوارم که حتی کم و کوچیک ولی تونسته باشیم یک کمکی کرده باشیم. آره دقیقاً، حتی به غلط. آره کوچولو تجربیاتمون رو در اختیار شما قرار داده باشیم. شب شما بخیر. شب بخیر، خدا نگهدار.